و شورای امنیت ملی. مملکت دست اوناست، جمهوری اسلامی. و این دوتا همیشه رئیساش غیر ایرانی بودن، همیشه رئیساش غیر ایرانی بودن. همین الان که موسوی اژه‌ایست که عراقیست، بعثیست، قبل از او شاهرودی عراقی رو، شاهرودی هاتون هاشمی گفتن شاهرودی ها، اصلا زاده عراق بود، اصلا عراقی بود، لهجه داشت، نمیتونست فارسی حرف بزنه. 10-15 سال گذاشتن تا این لهجهش از دست داد. بعد اومد از صحبت نمیکرد. رئیس قوه قضاییه بود. وسط اینا آقای لاریجانی خود رژیم اعلام کرده که این ها جد آبادشون انگلیسی و نجف و متولد نجف و غیر ایرانی هست. حالا هر که دیگه خب شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی نجف، باز لاریجانی ها نجف عراقی، مدتی الان هم هنوز عضو هست ولی رئیس نبودی. ابوالفضل نه، من همیشه ابوالفضل معذرت میخوام، میخوام بگم جلیلی، اول میگم ابوالفضل. یه ابوالفضل جلیلی بسیار خوبیه، کارگردان رو میگم. خانمش هم مریم اشرفی، درود دارم بهش، چه زن خوبی، خیلی خانمش، درود دارم بهش. نه این سعید جلیلی، سعید جلیلی کابلیه، ایشون کابلیه، افغانیه، بچه کو طلاب مشهده. این مشهد به چه که بود یک اربابی داشت، دیالم عبدالحمید دیالمه، دکترم علیکی بهش بستن، تبلیغات میلیون تومانی هم موقع برش کردن، وکیل مجلس شد، بعد توی جمهوری اسلامی رفت هوا. اینا از انجمن حجتی و مهدوی بودن، احیای تفکرات شیعی، دکونی بود که وا کرده بود. من یه روز رفتم، خب میشناختمش، بچه بود، گفت تو چرا نامزد نمیکنی خودت برای مجلس؟ گفتم در کنار تو من خودم رو نامزد کنم. و بعد گفتم تو رو چه به این کارا؟ گفت من؟ گفتم تو که دکتر شدی احیای تفکرات شیعه بلدی بنویسی؟ تو اصلا بلدی اینو بنویسی؟ من حالا به طنز گفتم، داشت پروسپکتوس ها آگهی های انتخاباتی شو 40-50 سال پیش، سال 44 سال پیش داشت اینا رو میداد پخش میکرد، یه باید تو جوش خودکار در باید داشت احیای تفکرات شیعه داد دستم. گفت بلد نیست نو بنویسم. بیا نگاه کردم، من به شوخی بهش گفتم بچه ها مهم اینا جوک نیست، ببینید کیا بر شما حکومت میکنن. عبدالحمید دیالمه اون موقع تو حزب جمهوری اسلامی رفت رو هوا، دکترم میگفت، دیدم نوشته احیای تفکرات شیعه. احیا که بنویسی بعد الف احیا یک همزه باید بذاری، وقتی همزه رو بذاری احیا میشه، اصلا احیا نیست، ما خودت غلطه. حالا من به جوی گفتم به جان شما، بهشون آقای بابا شده بود اون موقع بزرگترین رأی رو، بیشترین رأی رو از مشهد آورد. حالا یه سعید جلیلی که خود وزیر اطلاعات چون گفت که حجتی انگلیس رو ساختن، خودش گفت. بعد جالبه به من پیغام داده که بابا تو هم که بچه مشدی، ما هم که بچه مشدیم، چرا به ما بند کردی؟ فکر رو ببین، مثل همون احیای تفکرات چی؟ بچه مشدی؟ اول که کابلی هستی، ولی هر کابلی، هر افغانی، هر افغانی به سان مژگان عظیمی باشه بخونه، مامان کشتن از بخونه، ما رو سرشون میذاریمشون، خونهشون ایرانه. نجیب بارور باش، تو افغانی باش، آریایی ضد اسلام سیاسی، نجیب بارور بالای سر ماست، پدرام بالای سر ماست و پدرام ها. سعید آریانا سعید، این بانوی نازنین آریانا سعید باش، آریایی باش، رو سر مایید، رو سر مایید. اما این سپاه میلیونی که وارد ایران کردید، 20 میلیون افغانی کنار بیخ گوش هر ایرانی یک افغانی گذاشتید، یک بعثی گذاشتید، یک عرب تازی گذاشتید، یک فلسطینی گذاشتید، نه دیگه الان فارسی هم حرف بزنن تو نمیتونی بفهمی کی به کیه که. شما اینها رو بغل گوش ما گذاشتید که بچه‌های ما رو، زنای ما رو، مرد ما الان دارن سر می‌برند و می‌کشند. فردا که فیت بکنه
طالبان بیا ببین، آقای ظریف، آقای جواد ظریف، آقای دکتر سید جواد ظریف که پزشکیان رو گذاشتی رئیس جمهور، اومدی جنجال رو انداختی. آقای جواد ظریف سید هستی، باش تو اون ایران تو بزرگ شدی، به برکت اون ایران رفتی درس خوندی با بورس شاه، چرا طالبان رو قدرت دادی بهشون؟ چرا طالبان رو بهشون قدرت دادی؟ مردم که فراموش نکردن طالبان رو تئوریسین برجسته گرگ‌سایروس در منطقه شما هستید آقای دکتر جواد ظریف، شما تئوریسین گرگ‌سایروس هستید. شما چرا رفتید اینها رو قدرت دادید و چرا امریکا میلیاردها یا میلیونها دلار اسلحه و مهمات نظامی که داشت گذاشت و رفت برای اینا؟ ایران اشغاله، همه اینا هم ارتشی نظامی دور دیده، همه بچه ها همه شون، چون اینا همه عضو اون ارتش سابق غنی بودن، آموزش یافته، و غنی هم همه غیر هزاره، غیر تاجیک و غیر اینا رو چه کرده بود؟ با اینکه دین و اینا فرقی نمی کنه، مذهب و اینا، ولی هست، این موجوده، شیعه و سنی قتل و کشتارشون بین هم رایج. الان تو افغانستان سر می برن، تو پاکستان سر می برن، مسلمونه ولی میگه شیعه خطرناکتره، تاجیکه، ازبکه خطرناکتره، حنبلیه، شافعیه خطرناکه، وهابی نیست، تصمیم قرار میگیرن، خطر بزرگی الان در جدایی ها ایران حاکم شد بچه ها دیگه، از اینکه کسی هم ایران آب و خاک و زمینشون باشه فرق نمی کنه. تو این یارو خواننده است، از برکت اون مردم بزرگ شده، میاد ایران که چیزی نیست بابا، چه مزخرف چی میگن ایران، ایرانی نیست. اون یکی دیگه هم ایران، آقا جهان میاد گواهی میده به این که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، جهان شهادت میده. یارو که تو ایران بزرگشه میگه آقا ایران چپ 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 چپ. ولی انسان های درست هم ما زیاد داریم. هفته پیش از یه افغانی براتون پخش کردم، حالا یک افغانی دیگه، آقا مرتضی امینی، این افغانیه، هنرپیشه تو ایران مشهور شده، مردم دوستش دارن. آقا خود این افغانیه، مرتضی افغانیه، میاد میگه افغانی تو ایران زیادن، باید برم بیرون. تعداد افغان ها الان توی ایران خیلی زیاده، من اینو چون آدم حق گویم هیچ ترسی هم از هیچ کسی ندارم، من ممکنه سر همین حرف باز افغان ها جبهه بگیرم، زیاد شدن واقعا و این خوب نیست و این برای آقا خودتو. این یک مسئله بسیار طبیعی است که وقتی که ایرانی نون نداره بخوره، تو بیای حقوق به دیگران بدی و امکانات پزشکی درمانی، ما مشکل توی فرانسه غرب داشتیم و داریم ضد خارجی وقتی میشن، ولی ایران از حدش گذشته.
و اینها همه به خاطر یک نکته است. اون نکته چیه؟ مرجعیت شیعه. این مرجعیت شیعه که یک دکونی که انگلیسا وا کردن از زمان صفویه ایران، چون میخواستن اینا با عثمانی ها درگیر بشن، عثمانی ها رو از بین ببرن، اینا اونجا دو جناح شیعه سنی ساختن، اصلا صفویه که میدونن شیعه که سنی چیه، و این دعوا افتاد. اینا تمامی سمبول های غرب رو آوردن وارد شیعه کردن. مثلا اصلی ترینش این مرجعیته، یعنی از یکی تو باید اطاعت کنی. من دیدم اخیرا آخوندهای زیادی اومدن، البته اما به سفید آخوندهای ایرانی زیادی اومدن و میگن این مرجعیت یک چیز بدعتی است و درست نیست، همونی که ما از قدیم گفتیم. مرجعیت اینا ساختن در کنار می آیت الله نشانه خدا. واژه آیت الله تو تاریخ اسلام یک بار استفاده شده برای آیت الله، علامه حلی. حلی میگه آیت الله فی العالمین، علامه حلی. این واژه انگلیسی که اینو از ما بهتر بودن میگیرن زمان مشروطیت، درجه بندی میکنن دیگه روحانیت رو، آیت الله، حجت الاسلام، سقط الاسلام، بودجه هم خودشون میذارن. میگن یه زن یه شیعه بود توی هندی بودجه رو گذاشته، بودجه میذارن. عبدالحمید دیالمه انجمن حجتی ها اینا میان 12 تا مدرسه و اینا میسازی تو مشهد، حاجی عابدزاده و حلبی 12 تا به نام 12 امام میسازه. بعدا میان تو تهران حسینی ارشاد میسازن، مهدی کافی تجار بازاری ها پول داده، بازار پول به ننش نمیده. اینا پول های پنهان انگلیس بود که اون موقع مثلا میالان که میدن میان اونا دادن. در این زمینه بارها صحبت کردم، بارها براتون صحبت کردم. 12 تا مدرسه به نام 12 امام تو مشهد ساختن، تو جای دیگه ساختن که برن رشد کنن بگیرن. پادشاه تا حدی میتونست مبارزه کرد، ساواک تا حدی، بعد نتونستن جلوگیری کنن و این بلا سر ما اومد. الان هم یادتون نره مرجعیت رو که اینا آفریدن، پیش از این رسم بود در تاریخ آریایی ایرانی که هر کسی دانشمندی که به یک مرحله از علم و دانش میرسه باید یه تز دکترا بنویسه. اینه که غرب داره از ما گرفته. حتی لباسی که میبوشن لباس پور سیناست و اینی که رو سرشون میذارن همون دستار پور سیماست. این دستار پور سینا است. تا قرن 18 خود اینها میگفتن که لباس پور سینا رو ما به کسی میدیم که دکتر میشه، یعنی مجتهد میشه، یعنی به درجه اجتهاد میرسه. دکترا نیز تقلید از فرهنگ و تمدن آریایی و دانشکده‌های جندی چاپور است. وقتی که طرف فارغ التحصیل از دانشگاه میشد مجتهد میشد و یه تزی بایستی مینوشت میداد و دکتر میشد و غیره، و اون تز رو بهش میگفتن رساله عربا، رسالتون، یعنی اون نامه اون رساله. میگن آقا رساله دکتراتو تو نوشتی، حالا کتاب تا رسالت اوکی بله هون دفاع از رسالت، بیا اینجا دفاع کن از رساله خود. این رساله مد بود در ایران. پور سینا و خیلی دیگه یکی از کتاباش رساله هست، رساله شیخ و رئیس پور سینا. ولی اون رساله علم دانشه، مثل که میگه قانون فی طب، قانون در طب، قانون در پزشکی. کل کتاب نوشته، 6-7 جلد هم چاپ شده، قانون طب در پزشکی است. کتاب قانونی نیست، شفاش مال قانونه. قانون طب رو که میگه قانون پزشکی رو نوشته. از جمله کتاب‌های دیگه‌اش رساله است. در این رساله هم بحث فلسفی داره چیده، این خلاصه ای افکار اندیشه است که بهش میگن رساله. این رساله مد بود که می‌نوشتن تا نشون بدن دانشمندن. همه هم این رساله رو داشتن و دارن. مثلا تمهیدات عین القضات رو شما بگید رسالش، متوجه میشین؟ عین القضات، سهروردی، همه علمای آریای ایرانی که حتی بعضی وقتا به زبان عربی هم می‌نوشتن، این اطروحه، این رساله، این تز رو داشتن.